در آستانه جام جهانی فوتبال 2022 قطر دیدار تیم ملی ایران با ابراهیم رئیسی و انتشار عکس های بیرانوند و چشمی به شکل دست به سینه و تعظیم گونه در برابر رئیس دولت ایران این شاعبه را دامن زد که اعضای تیم ملی فوتبال درست در میانه اعتراضات خونبار مردم ایران در حال کرنش کردن در برابر حاکمیت هستند. این تلقی هرچند از سوی برخی اعضای تیم ملی رد شد اما حتی نخواندن سرود ملی توسط بازیکنان در بازی مقابل انگلستان هم نتوانست آن کدورت را جبران کند باخت تیم ملی فوتبال ایران در بازی مقابل تیم انگلستان و امریکا موجب بروز شادی معترضان در خیابان تهران و چند شهر ایران شد و بحث و جدال موافقان و مخالفان قهر با تیم ملی را در فضای مجازی جدی تر کرد. بخشی از مخالفان و معترضان هم بر این باور بودند که تیم ملی تیم مردم ایران است و نباید آن را دو دستی تقدیم حاکمیت کرد. هرچند حامیان حکومت و بخشی از مردم در پی پیروزی بازی دوم ایران در برابر ولز به رقص و شادی در کنار پلیس و قوای ضد شورش پرداختند اما همچنان به شکل محسوسی در فضای واقعی و مجازی دست بالا در اختیار تحریم کنندگان تیم ملی فوتبال ایران قرار داشت. در شبی که معترضان پس از باخت تیم فوتبال ایران در برابر تیم فوتبال امریکا شادی می کردند جوانی به نام مهران سماک در شهر انزلی در پی اصابت گلوله جان باخت پلیس نیز از بار مسئولیت شانه خالی کرد ویدیوهای رسیده از تهران و شهرستانها ها نشان دهنده آن است که اعتراضات در برخی نقاط به شعاردهی شبانه از پنجره های مجتمع های مسکونی و یا بوق زدن ممتد خودروها رسیده است یکی از عوامل تحریک معترضان اظهارات ائمه جمعه در ایران است اغلب خطبه های امامان جمعه در هفته های اخیر در تهران و شهرستانها ها حاوی حملات تند به اعتراضات بوده است حجت الاسلام صدیقی خطیب نماز جمعه 11 آذر 1401 تهران گفت روحیه بسیجی یعنی زوب در ولایت بودند در گذشته مسئولان اشتباهاتی کردند اما امام و رهبری اشتباه نکردند چون تقوا دارند مهدی نصیری سردبیر سابق کیهان نیز در مقابل پس از نقل قول خطیب جمعه تهران نوشت در مذهب عقل و عدل تشیع زوبه در ولایت بودن و غیر معصوم را آری از اشتباه دانستن و از او اطاعت مطلق و بیچون و چرا کردن مصداق شرک و شریک قائل شدن برای خداست. فارغ از مباحث اعتقادی امروز تیم ملی فوتبال ایران و امام جمعه های شهرهای مختلف به ابزاری برای تطهیر ساحت نظام این کشور تبدیل شدند و معترضانی که رأس نظام را هدف گرفتند نگوششان گوششان بدهکار نصیحت های تکراری است و نه وعده و وعیدها آنها را به عقب میراند سعید بهاری اخبار شیه